این قسمت چهارم از ویژه برنامه آینده ایران هست و ما قراره توی این قسمت در باب ایمان با هم صحبت کنیم. ممنون که همراه من هستید. سلام دوستان، من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان است. با شما هستم. خب دوستان، توی این قسمت چهارم از ویژه برنامه آینده ایران قرار هست که ما در باب ایمان با هم صحبت بکنیم. ایمانی که قوه محرکه تمام انقلاب‌ها در جهان. ما در این قسمت‌های گذشته در باب مشکلات ایران صحبت کردیم، تصویر کردیم از مشکلات ریز و درشتی که مردم ایران باهاش دست به گریبان هستند. شرایط اسفناکی که جمهوری اسلامی به واسطه حضورش برای ما رقم زده، به واسطه باورهاش، ایمانش و اون ریشه اصلی که در اسلام و باور به خدا وجود داره. فرای این مشکلات ما صحبت کردیم که حالا برای رویارویی با این مشکلات عدیده‌ای که وجود داره یا باید اصلاحات رو پیش ببریم، یعنی روشی که برای حل این مشکل داریم اصلاحات هست و یا انقلاب. با توجه به تصویر و ساختاری که جمهوری اسلامی داره و ساختاری که ما با اون مواجه هستیم، راهی به جز انقلاب در برابر ما نیست. ما در باب این موضوع صحبت کردیم، دلایلش رو هم برشمردیم. ما وقتی در باب اصلاح صحبت کردیم گفتیم که نمیتونیم به اصول نزدیک بشیم و اصول رو بخوایم تغییر بدیم و تحت عنوان اصلاح و رفرم بهش نگاه کنیم. ما همواره در دل اصلاحات میتونیم فروع رو تغییر بدیم. هیچ وقت به این اصول نمیتونیم نزدیک بشیم. و وقتی اصول مستحکمی مثل جمهوری اسلامی، مثل اسلام، مثل خدا، مثل باورهایی تا این حد ریشه‌دار در ایران وجود داره، تنها راه ما انقلاب و دگرگونی کلیت این موضوع است. یعنی اصل باید تغییر بکنه. اصولی که در برابر ما ریشه دارن، اصولی مثل این نابرابری هایی که وجود داره از نظر قانونی، از نظر مدنی، از نظر اجتماعی. یعنی شما وقتی مواجه میشید با تک تک این موضوعات و مشکلاتی که دربارش صحبت کردیم، به این نتیجه میرسید که برای اینکه به عنوان مثال حقوق زنان تا این حد پایمال نشه، ما با یک قاعده کلی به اسم اسلام روبرو هست، فرمانهای خدا روبرو هستیم و جمهوری اسلامی که داره این فرامین رو، این دستورها رو و این نظام رو به پیش میبره. حال برای تغییر دادن این نابرابری و رسیدن به برابری ها در حقوق، در قوانین، در شرایط اجتماعی، ما نیاز داریم که این کلیت رو از بین ببریم، این کلیت رو تغییر بدیم و به این ما انقلاب میگیم. دگرگونی که کلیت رو تغییر بده، اصول رو تغییر. با توجه به این تعاریف رسیدیم به مفهومی به اسم انقلاب که حالا برای از بین بردن مشکلات عدیده یک راه حل در ایران وجود داره و اون هم انقلاب است. اما وقتی نزدیک به مفهوم انقلاب میشیم، حالا مواجه میشیم با یک قوه محرکه‌ای که میتونه انقلاب رو به پیش ببره و اون چیزی نیست به جز ایمان. شما وقتی نزدیک به مفهوم انقلاب میشید، به انقلاب‌های سراسر دنیا نگاه کنید، کشورهایی که در جهان انقلاب کرد، انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب روسیه، انقلاب مشروطه خودمون و یا انقلاب‌های دیگه‌ای که در جهان اتفاق افتاد. تمام اینها یک قوه محرکه به اسم ایمان داشتن. اگر مردم فرانسه تن دادن تا یک انقلابی رو به پا بکنن، به واسطه ایمانی بود که براشون ترسیم شده بود: آزادی، برابری و برادری. این شعار محوری و کلیدی اونها بود. فرای اونها باور داشتن به حقوق بشر، حقوقی که حالا قرار بود برای انسان‌ها یک حق و حقوقی رو متصور بشه. این یک ایمان جمعی رو درون اونها شکل داد تا اونها به این سمت و سو حرکت بکنن. حتی اینقدر ریشه‌دار بود که بعد از پیروزی خواستن این عقاید رو، این باورها رو منتشر بکنن، به دیگر جاهای دنیا هم بست بدن. اگر نزدیک به انقلاب روسیه میشیم هم همین شکلی هست. حالا اونها با یک رویه دیگری، اونها باور و ایمانشون رو خلاصه کردن در کمونیست، در مارکسیست. حالا با نگاه‌های چپگرایانه به دنبال رسیدن به آرزوها و آرمان‌ها و ایمان خودشون بودن. حالا برای رسیدن به این ایمان جمعی بود که تلاش می‌کرد. پس ما وقتی به صحن انقلاب در جهان نگاه می‌کنیم، مواجه می‌شیم با نقطه‌ای به اسم ایمان. ایمانی که قوه محرکه این انقلاب است. قاعدتاً فرای این انقلاب‌هایی که در جهان اتفاق افتاده، ما شاهد انقلاب‌های دیگری هم هستیم. یکی رو تحت عنوان انقلاب گرسنگان می‌شناسیم.
یعنی شما مواجه میشید با جماعتی و جمعیتی در کشوری که به واسطه فقر سرشار، به واسطه مشکلات عدیده اقتصادی، حالا به یک مرحله میرسن که دیگه نمیتونن تحمل بکنن، دیگه شورش و طغیان میکنن که اون سیستم رو از بین ببرن، اون سیستم حاکم رو نابود بکنن. این هم محتمل هست، قاعدتا در برخی از نقاط دنیا هم اتفاق افتاده و ما تحت عنوان انقلاب گرسنگان میشناسیم. اما پشتوانه این انقلاب گرسنگان هیچ ایمان واحدی وجود نداره، یعنی قرار نیست اینها یک تغییری رو به وجود بیارن، قرار نیست چیز تازه‌ای رو ایجاد بکنن، قرار نیست ساختارها رو دگرگون بکنن. یک سیستم حاکمی بر قدرت بوده، مشکلات عدیده‌ای داشته، مثلا جمهوری اسلامی مشکل سیاسی داشته، ما در باب ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و این نظام استبدادی صحبت کردیم، مشکل قانونی داشته، در دل قانون تبعیض‌های سرشار، خشونت‌های فراوانی رو بر مردم تحمیل کرده. اما وقتی این انقلاب گرسنگان اتفاق میفته، تنها نوک پیکان مشکلات اقتصادی است. حالا اگر دگرگونی شکل میگیره، در راستای همین مشکلات اقتصادی شکل میگیره، اما میتونه ساختار سیاسی همون ساختار گذشته باشه یا حتی بدتر از اون، یا حتی ذره‌ای بهتر و اصلاح شده. در بعد قانونی هم به همین شکل میتونن قوانین همون قوانین گذشته ذره متفاوت و یا حتی بدتر از اون باشن، چرا که ایمانی در راستای این تغییر کلی در باب این مشکلات متفاوت اتفاق نیفتاده. تنها موزل روبرو همون مبحث اقتصادی بوده. حالا حتی اگر این انقلاب شکل گرفته، در راستای رسیدن به یک روش و منش جدید اقتصادی هم نبوده، ایمان اقتصادی تازه‌ای رو پدید نیاورده بوده، تنها میخواسته به نوعی زیر این میز در برابر بزنه، چیزی که داشته بهش ظلم میکرده رو از میان ببره. این قاعدتا اجتناب ناپذیر هست، در همه جای دنیا هم میتونه اتفاق بیفته. وقتی از یک حدی فقر بالاتر بره، هر جامعه‌ای میتونه این شرایط رو در خودش ببینه. شما وقتی در حدی مردم رو در فقر نگه دارید که دیگه حتی برای نان شب خودشون هم محتاج باشن، دیگه راهی ندارن به جز اینکه آشوب بکنن، راهی ندارن به جز اینکه این میز رو بر هم بزنن، این شرایط رو دگرگون بکنه. اما قاعدتا هیچ کس به دنبال همچین انقلابی نخواهد بود، نباید باشه. یعنی ما نباید به دنبال انقلابی باشیم که به واسطه این انقلاب گرسنگان شکل بگیره، که هیچ هدف و ایمان خاصی رو هم دنبال نکنه. اما یکی از اون شرایط هست، قاعدتا بعضی از رفتارهای کشورهای که با ایران به نوعی مشکل دارن و این تحریم‌های سرشار داره ایران رو به این سمت و سو بعضی اوقات میکشونه دیگه. یعنی وقتی شما نگاه میکنید میبینید این تحریم ها اگر قرار باشه همینجوری ادامه پیدا بکنه، بدتر بشه، بیشتر بشه، در نهایت مردم رو به یک حدی از این فقر خواهد رسون که ما شاهد انقلاب گرسنگان باشیم. حتی شاید هدف اصلی اون کشورها هم همین موضوع باشه که بیان با استفاده از این موضوع اقتصادی ایران رو در یک تنگنای قرار بدن که مردم راهی به جز انقلاب کردن نداشته باشن. اما قاعدتاً آزاده‌ای که به دنبال تغییر در ایران هست به دنبال همچین راه احمقانه‌ای نیست که ما باز دوباره در جا بزنیم. قاعدتاً رویه دیگری رو در راستای رسیدن به یک آینده روشن، به آرزوهای درستی دنبال خواهد کرد. فرا این انقلاب گرسنگان، ما انقلاب دیگری رو تحت عنوان انقلاب کینه و خشم هم میتونیم تصویر بکنیم. انقلابی که به واسطه کینه است که مردم نسبت به ظلم‌های حکومت حاکم دارن. یعنی شما تصور بکنید جمهوری اسلامی است که حالا پر از ظلم و جنایت نسبت به مردم است. ظلم‌های بیکرانی که همه ما درباره‌اش می‌دونیم. کشتارهایی که در سال 67 اتفاق افتاد. اون قتل عام‌های ابتدایی که در پیروزی انقلاب اتفاق افتاد. فرای اون اتفاقات ریز و درشتی که در طول این سالیان افتاده. از اتفاقاتی که از زندانی شدن انسان‌هایی که خبرنگار بودن تا هر اتفاق دیگه، قتل‌های زنجیره‌ای و هزار و یک اتفاق دیگه که جمهوری اسلامی رقم زد. حالا میتونه جماعتی که به نوعی از این ظلم‌های بیکران لطمه دیده، جز اون دسته و نیروی قرار بگیره که پر از کینه و انتقام در دلش فقط و فقط در راستای نابود کردن جمهوری اسلامی قدم برداره. اما نکته اصلی اینجاست که قاعدتا جمهوری اسلامی هیچ وقت یا هیچ حکومت دیگه خودش رو با تمام مردم اون مملکت سرشاخ نمی‌کنه. یعنی ما با یک حکومتی روبرو هستیم که با 80 خورده این میلیون جمعیت روبروست. قاعدتا میزانی که آزار و ظلم به مردم رسونده در حد فراگیر و همه مردم نیست و برای وارد شدن به این انقلاب کینه و خشم مردم باید به صورت مستقیم رنج دیده و ظلم دیده از اون حکومت باشن. یعنی اگر یک انسانی است اما مستقیما، مستقیم به مفهومی که خودش و یا اطرافیانش و عزیزانش
این رنج رو ندیده باشن وارد این وادی انقلاب کینه و خشم نمیشه. پس قاعدتا یک دایره کوچکی رو همواره در تمام کشورها شکل میده. افرادی که خشم و نفری که نسبت به حکومت حاکم دارن میخوان که انقلاب بکنن. اما قاعدتا اینها تعداد کمی دارن و در نهایت هم شاید به صورت مسلحانه بتونن با اون حکومت بجنگن. و باز هم ما رو به سمت و سوی نمیبره که قرار باشه یک انقلاب جمعی و همگیر و فراگیر اتفاق بیفته. پس اینجاست که ما از این دو موضوع مختلف پیرامون انقلاب، یعنی انقلاب گرسنگان و انقلاب خشم و کینه، گذر میکنیم و وارد انقلابی میشیم که در مفهوم کلی انقلابی است در راستای تغییر معناها، ارزشها، انقلابی که به واسطه وجود ایمان تازه‌ای شکل میگیره، چیزی که ما نیازمند اون هستیم. برای ایران پر از مشکلات عدیده که نیازمند ایمان تازه است، نگاه تازه و ارزش‌های تازه است که یک ایران دوباره‌ای رو بسازه. ایرانی که دیگه تا این حد سر در گروه این مشکلات عدیده نداره. این که شما بخواید خودتون رو باد بکنید و بگید ایران با تاریخی کهن، با مردمانی فلان، ما رو به جایی نمیبره. چرا که ما این مشکلات عدیده رو می‌بینیم گاهن حتی فرای حکومت، یعنی در دل خود مردم مشکلات بیشمار میبینید، مشکلات فرهنگی اجتماعی که حتی مستقیما به جمهوری اسلامی هم ربطی نداره، یا داره به واسطه تعالیمی است که داده شده. و حالا اگر ما قرار هست انقلابی بکنیم، باید انقلابی در راستای این تغییر بنیادی در دل مردم بکنیم. پس قاعدتا نیازمند ایمان هستیم که همه چیز دگرگون بشه تا نگاه ما تغییر بکنه، نگاه تازه‌ای حاکم بشه. ارزش‌های بیکرانی که در دل مردم وجود داره، این ارزش‌ها باید تغییر بکنن. یعنی شما وقتی مواجه میشید با مردمی در ایران که تحت عنوان فرمانبرداری بالغ شدن، زندگی کردن، آموزش دیدن و تعلیم دیدن، اینها جماعتی هستن که فرمانبردارن. حالا فرمان یک بار از سوی شاه هست، یک بار از سوی رئیس جمهور هست، یک بار از سوی رهبر هست، یک بار از سوی معلم هست، تفاوتی نمی‌کنه. اونها روحیه‌ای در راستای فرمانبرداری دارن و اگر ما قرار هست انقلابی رو شکل بدیم، در راستای تغییر این نظام حاکم باید انجام بدیم. نظام ارزشی حاکمی که به شما ارزش خوب بودن رو در فرمانبرداری میده. حالا قرار هست این رویه تغییر بکنه. حالا قرار هست به جای فرمانبرداری یاغیگری و طغیان بنشینه. قرار هست ارزش انسان‌ها یاغیگریشون باشه، ایستادگیشون باشه، مقاومتشون باشه، دفاع از خیشتنشون باشه. اگر کسی به اونها حرف زوری میزنه، اگر به اونها فرمان نامعقولی میده، ارزش رو اون کسی داره که در برابر اون ایستادگی میکنه. آیا شرایطی که در ایران وجود داره بیانگر این موضوع هست در نگاه عوامش؟ یعنی وقتی ما به صورت کلی نگاه میکنیم، اکثریت جامعه رو نگاه میکنیم، حالا این یک موضوع خاص بود، در باب تمام موضوعات، در باب حقوق زنان، آیا در بین تمام مردم و یا بیشتر مردم و اکثریت مردم این نگاه برابری خواهانه وجود داره؟ در باب تمامی مسائل. و وقتی ما نزدیک به مفهوم انقلاب میشیم، باید این ایمان تازه رو شکل بدیم، این تغییر رو از اون لایه‌های پایین جامعه، در بین افراد، در بین اشخاص شکل بدیم، تا اینها هر کدوم مولد تازگانی از خودشون باشن، انسانهای تازهی رو پدید بیارن، انسانهای تغییر یافتهی که در نهایت به واسطه ایمانی که دارن در برابر حکومت حاکم هم می ایستن. پس قاعدتا داشتن ایمان جمعی بزرگترین قوه محرکه برای انقلاب هست. حال این انسانها قرار هست به چه واسطهی تغییر بکنن؟ به واسطه داشتن یک ایمان مشخص، ایمانی که برای اونها یک تصویر مشخصی رو مطرح میکنه. این انسان ها چگونه تغییر میکنن؟ وقتی این ایمان درون دلهاشون قدرتمندتر و محکمتر بشه، استوارتر بشه. هر چقدر این ایمان قدرت بیشتری داشته باشه، قاعدتا انسان های بیشتری رو هم به سمت و سوی خودش خواهد کشون و ما مواجه میشیم با این تغییرها. حالا ایمان تازه هست که ارزش های تازه رو تصویر میکنه. حالا تمام ارزش های گذشتگان مبدل به ضد ارزش خواهند شد. اگر تا دیروز ارزشی تحت عنوان فرمانبرداری وجود داشته، حالا تبدیل به یک ضد ارزش خواهد شد. حالا در این جامعه تازه ایمان کسی قبول نمی‌کنه کسی فرمانبردار باشه. قاعدتا این رفتار او رفتاری دور از ارزش خواهد دونست، رفتاری ضد ارزشی خواهد پنداشت و ما مواجه میشیم با این تغییر. پس قاعدتا ارزش وجود ایمان ارزشی است همتای وجودیت انقلاب، شکل‌گیری انقلاب. یعنی این انقلاب
قوه محرکه اون این ایمان هست. حتی دلیل وجود داشتنش هم همین ایمان هست. اما فرای اون ما باید یه مقداری هم نزدیک بشیم به این مفهوم ایمان. حالا وقتی ما داریم در باب ایمان صحبت میکنیم به چه معناییست؟ به مفهوم تجمیع آرزوهاست. یعنی شما ایمان رو مترادف با این آرزوهای خودتون میدونید، آرزویی که برای آینده دارید، آرزویی که برای دنیا دارید، برای کشورتون دارید، برای زندگیتون دارید. تجمیع این آرزوها در کنار هم یک ایمان مشترک رو میتونه بسازه. یعنی شما آرزو دارید که در کشورتون کودک کار نداشته باشید، آرزو دارید که این نابرابری ها و این فقر سرشار رو نبینید، آرزو دارید که به زنان توهین رو نبینید، نابرابری در برابر اونها رو نبینید، آرزو دارید که در کشورتون اعدام رو نبینید، در ملأ عام شلاق زدن رو نبینید، شما آرزو دارید در کشوری زندگی بکنید که به حقوق همه جانداران احترام گذاشته میشه، حیوان آزاری نبینید، قربانی کردن نبینید، گوشتخواری و خونخواری نبینید و الی آخر. این آرزوها تبدیل به یک ایمانی میشه. حالا قرار هست نظامن و مستدل با ادله و مشخص تبدیل به یک شکل مشخصی از یک معنای تازه بشه و اسم اون رو ما ایمان میذاریم. حالا قرار هست این آرزوهای در کنار هم ارزشهای تازهی رو بسازه، ارزشهایی که اگر تا دیروز قربانی کردن به عنوان مثال ارزش بود، امروز مبدل به یک ضد ارزش بشه. اگر حیوان آزاری موضوعی معمول در کشور بود، حالا مبدل به یک ضد ارزش بشه. اگر از بین بردن حقوق زنان یک ارزش بود، پایمال کردن حقوق اونها یک ارزش اسلامی بود، حالا قرار هست که برابری حقوق زن و مرد مبدل به ارزش بشه. حالا قرار هست این ایمان تازه برای ما راهبر باشه و مجموع این آرزوها، تغییر این ارزشها، چارچوبهای اخلاقی وقتی به صورت نظاممند و هدفمند قرار بگیره یک ایمانی رو شکل میده. یعنی شما وقتی مواجه میشید با چیزی به عنوان حقوق بشر که تبدیل به یک ایمانی شده بود در دل مردمانی که براش انقلاب حتی میخواستن بکنن، این هدفمند شدن نگاه اونها به همین موضوع حقوق انسانها بود. حالا وقتی آرزوهای اونها مبدل به یک نظام تازه خواهد شد، ارزشهای تازهی رو پدید خواهد آورد، مبدل به اون ایمان جمعی هم خواهد شد. پس وقتی ما نزدیک به مفهوم ایمان میشیم، ایمان چیزی پیچیده و غیر قابل دسترس هم نیست. ما مواجه هستیم با هجوم دو سویه‌ای که چه از طرف خداباوران و چه از طرف نظام مدرن نسبت به این مفهوم ایمان میشه. یعنی شما مواجه هستید با اون نگاه سنتی و عقب مانده مذهبی و خداپرستانه که مدام مصادره به مطلوب میکنه، ایمان رو برای خودش در اختیار خودش قرار میده. اصلا ایمان یه موضوعی است که فقط انگار برای او ساخته شده. از سمت دیگری مواجه هستید با جهان مدرنی که همواره در پی از بین بردن ایمان هست. ایمان رو مترادف با عقب ماندگی و تهجر میتونه. سعی میکنه انسانها رو به سمت و سوی بی ایمانی ببره. انسانهایی که ایمان خاصی ندارن و منفعل هستن، آرزویی ندارن، آینده ای رو نمیخوان و قرار هست فقط زندگی خودشون رو گذر بکنن. حالا معانی و ارزش‌های ساخته شده از سوی جوامع غربی مواجه میشیم باهاش که داره این ایمان رو ریشهش رو از بین میبره. حالا مدام داره اون رو تعریف به یک ضد ارزش میکنه، مترادف با تهجر میدونه. در باب این مسئله در ویژه برنامه های آتی که پیرامون جهان غرب مدرنیته هست حتما صحبت خواهم کرد، اما همین حد کوچکش رو شما در اختیار داشته باشید که تا چه حد این ایمان مورد هجوم همگان هست، چه جوامع غربی و پیشرفته، چه جوامع سنتی و عقب مانده. بخشی اون رو دارن مصادره میکنن و بخشی هم دارن از ریشه از بینش میبرن. اما تنها قوه‌ای که میتونه ما رو به نوعی پیش ببره به سمت انقلاب و رسیدن به انقلاب همین ایمان هست. ایمانی که اون تجمیع آرزوها هست، ایمانی که موضوع پیچیده و عجیبی نیست، در کنار هم قرار گرفتن این آرزوها، ساختن یک چارچوب اخلاقی و ارزش‌های تازه معنی ایمان هست. وقتی نظامند و هدفمند بشه، حالا تعداد بیشتری رو به خودش جذب کنه. حتی شما شاید ایمان خاصی برای خودتون داشته باشید، اما به واسطه اینکه شما فردی به اون ایمان دارید، خب یک جنبه فردی داره. اما اگر این نظامند باشه، هدفمند باشه و مطرح بشه با دیگران، حالا میتونه جنبه عمومی پیدا بکنه. شما یک چارچوب اخلاقی دارید، در دل این چارچوب اخلاقی فلان رفتار رو میکنید و نمیکنید، فلان پرهیزکاری ها رو انجام میدید. این چارچوب اخلاقی شما، این ارزش‌های خوانده شده توسط شما،
و این آرزوهای شما برای رسیدن در آینده بهش ایمان شما رو نقش داده. حالا اگر جنبه عمومی پیدا بکنه میشه اون ایمان جمعی، میشه اون قوه محرکه. تا چه اندازه آرزوهای دیگران رو در خودش نقش داده، تا چه اندازه این آرزوها آرزوهای جمعی و همه گیر هست. و شما مواجه میشید با این مسئله مشخص. پس قاعدتا بودن ایمان و اهمیت داشتن این ایمان برای ما روشن هست. مقابله ها و مخالفت هاش رو هم میشناسیم. اما این ایمان برای ما چه کارهای دیگری خواهد کرد؟ یکی از بزرگترین کارهایی که داشتن این ایمان به ما خواهد رسوند این هستش که امید رو در دل ما بیدار خواهد کرد. شما به واسطه ایمانی که دارید، تصویری که نسبت به فردا دارید، حالا تلاش میکنید. حالا آرزویی دارید که برای رسیدن به اون تلاش میکنید. حالا یک هدف مشخص است، رسیدن به اون ایمان مشخص است. حالا دل شما پر از امیدی است برای رسیدن. من در قسمت‌هایی که تحت عنوان ویژه برنامه انقلاب ایران بود هم بارها صحبت کردم در باب این مسئله مشخص. شما برای کوچکترین رفتارهای روزمره خودتون نیاز به هدف گذاری دارید. حتی وقتی میخواید آب بخورید، یعنی شما برای خوردن آب هم یک هدف مشخص به عنوان رفع تشنگی رو در نظر میگیرید، حالا بلند میشید میرید و این رفتار رو انجام میدید. برای رسیدن به انقلاب هم قاعدتا به یک هدف مشخصی ما نیاز داریم. اون هدف همون ایمان درون دلهای ماست، همون آینده و آرزویی است که ما تصویر میکنیم. حالا ما یک آینده مشخصی برای ایران تصویر کردیم که اون ایمان فردای ما رو خواهد ساخت. حالا با چشم به امید به اون فردا ازش که ما تلاش میکنیم، ما به میدان میاییم. حالا نگاه ما برای رسیدن به اون آرزوی مشخص است. پس تا این اندازه از قدرت اون ایمان در دل مردم، مردمی که به واسطه اون ایمان از جان خودشون میگذرن، به میدان میان، تلاش میکنن، به تک تک ایمانهایی که در جهان شکل گرفته، ما کاری با اینکه این ایمانها چه کاری رو به پیش بردن، آیا سرانجام خوبی داشتن یا بدی داشتن، کاری نداریم. توی این قسمت خاص کاری نداریم. یعنی شما مواجه میشید با ایمانی که تحت عنوان مثلا مارکسیسم اتفاق افتاد. قدرت بسیجگری که داشته تا کجا بوده، اینکه چه رفتارهای غیر قابل فهم و وحشیانه ای انجام داده، موضوع امروز این برنامه نیست. اسلام، قدرت ایمانی که اسلام داشته، تا چه اندازه قدرت بسیجگری داشته، تا کجا به پیش رفته، به واسطه وجود اون ایمانی بوده که ساخته شده. هیچ چیزی همتای ایمان نمیتونه انسانها رو به فعالیت وادار بکنه، اونها رو پر از امید بکنه برای فردا. اونها تصویری از آرزوهای خودشون رو در اون ایمان میبینن. حالا برای رسیدن به آرزوهای خودشون هست که تلاش میکنن. حالا یک هدف مشخصی در برابر دارن. و وقتی ما نزدیک به معنای انقلاب برای ایران هم میشیم، همه اینها مستلزم رسیدن به این آرزوهای مشخص، ایمان مشخص برای فرداست. حالا قرار هست جماعتی باشن که امید داشته باشن به فردا، آرزوهای خودشون رو در اون فردا ببینن. ایمانی که برای اونها تصویر شده بیانگر آرزوهای اونها در آینده باشه. حالا با توجه به این هدف در برابر هست که تلاش میکنن. حالا با امید رسیدن به این آرزوها هست که تلاش میکنن، به میدان میان. هیچ چیزی فرای این نمیتونه این قدرت رو داشته باشه، مگر اینکه شما بخواید چشم امید داشته باشید به انقلاب گرسنگان، چشم امید داشته باشید به انقلاب خشم و کینه، که جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر از مردم بکشه تا مردم بیشتری وارد این کینه و نفرت و انتقام نسبت به جمهوری اسلامی بشن تا در نهایت برن و انقلاب بکنن، و یا اینکه کشورهای غربی بیشتر و بیشتر فشار اقتصادی به مردم ایران بیارن تا مردم بیشتر در گرسنگی فرو برن تا در نهایت بیان و انقلاب بکنن، یک انقلاب گرسنگان رو و یک شورش کور رو شکل بدن و این حکومت رو ساقط بکنن. یا شما چشم امید به یک همچین انقلابهایی دارید، یا به دنبال انقلاب ریشه‌ای هستی که ایمان تازه‌ای رو تصویر بکنه، که ارزش‌های تازه‌ای رو پدید بیاره، که یک جامعه دگرگون شده رو تصویر بکنه. اگر هدف شما برای رسیدن به انقلاب، رسیدن به این معنا و ارزش‌های تازه هست، باید برای اون تلاش بکنید، برای ساختن این ایمان تلاش بکنید. یعنی هر کسی که خودش رو در پوزیشن یک شخصیت انقلابی تصویر میکنه، باید معنای تازه‌ای رو با مردم در میون بذاره، باید آرزوهای خودش رو به مردم بفروشه، باید ایمان خودش رو با مردم مطرح بکنه. حالا به نوعی در این بازار پهن شده از آرزوهای متفاوت، ایمانهای متفاوت، انسانهایی باشند که بیان و ایمان خودشون رو برگزینند، فردای خودشون رو تصویر بکنن. حالا هدف خواهند داشت برای رسیدن به اون ایمان در برابر.
برای رسیدن به اون آرزوهایی که در دل اون ایمان تصویر شده. حالا اونها پر از امید هستن، پر از تلاش هستن برای رسیدن به اون هدف. اما فرای داشتن این ایمان، فرای داشتن این آرزوها به کجا خواهیم رسید؟ چه رویه‌ای رو به پیش خواهیم برد؟ قاعدتاً شخصی که با ایمان باشه از جان خودش هم خواهد گذشت. در راستای رسیدن به این ایمان، در راستای رسیدن به این هدف، هر کاری رو هم به پیش خواهد برد. قاعدتاً اگر انقلابی که ما قرار هست انجام بدیم بر پایه ایمان نباشه، من درباره‌اش صحبت کردم و گفتم اگر بر پایه انقلاب گرسنگان و فقر سرشار باشه، تنها و تنها به اون موضوع مشخص اقتصادی نگاه خواهد داشت، حتی بدون داشتن یک برنامه و یک هدف و یک ایمان مشخص پیرامون همون مسئله اقتصادی. یعنی قرار نیست که مثلا به عنوان مثال این نظام به سمت و سوی نظام سرمایه‌داری بره از نظر اقتصادی، مثلا قرار هست که بازار آزاد اتفاق بیفته در دلش، و یا قرار هست که در دلش یک نظام سوسیالیستی رو شما پدید بیارید. نه، قرار هست فقط این چارچوب رو از بین ببرید، این میز در برابر رو برعکس بکنید. اگر ایمانی در میان نباشه، این انقلاب به هر سمت و سوی هم خواهد رفت، هر آینده ای رو هم خواهد داشت، و هر کسی هم میتونه این انقلاب رو صاحب بشه. وقتی ما در باب انقلاب صحبت میکنیم به دو جنبه اون میرسیم، انقلابی که بر پایه سلب باشه و یا بر پایه ایجاب. حالا قرار باشه موضوعاتی رو به کنار بذاره و یا موضوعاتی رو پدید بیاره. یعنی شما وقتی مواجه میشید به عنوان مثال با انقلاب سال 57 در ایران که در نهایت حزب جمهوری اسلامی پیروز این میدان شد، شما مواجه میشدید با یک نگاه کلی که بر پایه ایجاد و یا ایجاب موضوع تازه‌ای نبود. اون نگاه جمعی نبود. قاعدتاً خورد خورد این نگرش‌ها دارای یک نگاهی بودن. یعنی قاعدتاً چپ‌ها و کمونیست‌ها می‌خواستن یک حکومت کمونیستی تشکیل بدن. قاعدتاً مسلمان‌ها و اسلامی‌ها می‌خواستن یک حکومت اسلامی تشکیل بدن. اما قاعدتاً اینها در کنار هم یک ایمان جمعی رو نساخته بودن. هر کس ساز خودش رو می‌زد. هدف مشترک برای تمام این تفکرها از بین بردن حکومت پهلوی بود. یعنی تنها هدف مشترک، تنها ایمان مشترک بین اونها از میان بردن اون حکومت وقت. یعنی یک انقلاب کاملا سلبی. هیچ آرزویی رو دنبال نمی کردن به صورت جمعی. قاعدتا هر کدوم از این تفکرها به دنبال آرزوها و ایمان خودشون بودن، اما این جنبه عمومی پیدا نکرده بود. این اتحاد بر پایه اون ایمان جمعی شکل نگرفته بود و این اون رویه اشتباه و غلط بود. همون نقطه‌ای که داریم صحبت میکنیم، اگر قرار باشه انقلابی در نهایت اتفاق بیفته بدون داشتن یک ایمان جمعی، در نهایت ما رو به سمت و سوی میبره که اگر کسی قدرت بیشتری داشته باشه، چه از نظر اکثریت و کثرت، چه از نظر نظامی، قاعدتاً اون انقلاب رو میتونه صاحب بشه. اما وقتی یک آرزوی جمعی، یک ایمان جمعی وجود داشته باشه که یک تصویر مشخص داشته باشه، همه به همون سمت و سو حرکت میکنن. و این اون نقطه تفاوت داشتن ایمان و نداشتن ایمان است. حال فرای این که این انقلاب میتونه توسط انقلاب گرسنگان اتفاق بیفته، انقلاب کینه و خشم اتفاق بیفته، و یا در نهایت یک انقلاب جمعی اتفاق بیفته، ولی به واسطه نداشتن اون ایمان جمعی، که از نظر من اتفاق افتادنش خیلی درصد پایینی داره و خیلی شانس کمی داره، ما رو به جایی هم نمیرسونه. چرا که اون تعدادی که کثرت بیشتری دارن، جمعیت بیشتری دنبالشون میکنن، و یا اینکه قدرت نظامی دارن، یه گروه نظامی رو تشکیل دادن، تمام قدرت رو قبضه میکنن و تمام آرزوی دیگران رو هم خواهند بلید، همونطوری که در جمهوری اسلامی و در انقلاب سال 57 هم اتفاق افتاد. پس قاعدتا ما یک المان مشخص داریم به اسم ایمان برای اینکه بخوایم در راستای این انقلاب حرکت بکنیم. ما تنها به واسطه داشتن یک ایمان هست که هر کاری رو انجام میدیم. ما برای رفتارهای ساده زندگی خودمون، رفتارهای روزمرمون نیاز به هدف داریم. حال شما تصور بکنید برای سرنگون کردن یک حکومت با نمیدونم 3 تا نیروی مسلح و 2 تا نمیدونم نیروی اطلاعاتی، آیا ما نیاز داریم هدفی داشته باشیم یا نه؟ قاعدتا نیاز داریم. اسم اون رو یک ایمان میذاریم. این ایمان هست که نقطه ایست برای حرکت کردن ما حتی به صورت فردی. حالا اگر قرار هست این انقلاب به صورت جمعی اتفاق بیفته، این ایمان هم باید به صورت جمعی باشه. روزی که ما موفق بشیم یک ایمان جمعی همه‌گیر رو شکل بدیم که آرزوی هر دسته از این مردم در دل اون ایمان جمعی وجود داشته باشه، هر کس آینه‌ای در برابر از آرزوهای خودش رو در اون ایمان ببینه،
قاعدتا مواجه میشیم با این حرکت رو به جلو. حالا مردمی هستن که هدف دارن، حالا مردمی هستن که امید دارن، حالا مردمی هستن که با دیدن آرزوهای خودشون در آینده حتی از جان خودشون هم خواهند گذشت. پس قاعدتا ما نیاز به ساختن این ایمان داریم. قاعدتا در قسمت‌های آتی سعی می‌کنیم بیشتر در باب این ایمان و در نهایت این ایمان جمعی هم صحبت بکنیم. برای دسترسی رایگان به آثار نیما شهسواری، اهم از کتاب، شعر، کتاب صوتی و پادکست به نام جان، می توانید به وبسایت جهان آرمانی و صفحات رسمی در شبکه‌های اجتماعی و بیشتر پلتفرم‌های پادکست گیر مراجعه کنید. ما به اشتراک گذاری این آثار با دیگران ما را در این راه همراهی کنید. ممنون که همراه من بودید. من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان بود. در پناه آزادی.